جدی نگرفتن بیماری کرونا و تمسخر شهروندان به این بیماری در کابل. در حالی که ویروس کرونا یا کووید 19 جهان را به لرزه درآورده است و پیشرفته ترین کشورها نیز برای رهایی از شر این بیماری مات و مبهوت شدند، در افغانستان این ویروس جدی گرفتن نمی شود. ظاهراً به نظر می رسد که شهروندان این کشور از گزند این بیماری در امان می مانند و هرگز کرونا آنان را آسیب نمی زند. پس از افزایش شمار مبتلایان به این بیماری در کشور، اکنون نگرانی های اندک میان شهروندان ایجاد شده است. ولی هنوز هم شهروندان به این باورند که کرونا ویروس سیاسی است و به خاطر ابقای قدرت رهبران و یا هم منافع گروه های مشخص این آوازه ها هر روز بلند و بلندتر می گردد. اما برای مبارزه با این بیماری برخی از پزشکان دست به کار شدند. آنان به این باورند که کرونا از دیدگاه طبابت بدترین بیماری است و شیوه درمان آن فوق‌العاده دشوار. از همین رو این پزشکان کارزاری را در هماهنگی با یکی از درمانگاه‌های خصوصی در پایتخت زیر نام کرونا را جدی بگیرید برای انداختند. اما کابلیان هیچ حراسی از این بیماری ندارند. انگار که آب از آب تکان نخورده است و همه چیز روبرا است. این گروه پزشکان از تیم خبری ما خواستند تا آنان را در سطح شهر همراهی کنیم و برای مبارزه با کرونا شهروندان را تا حد امکان آگاهی دهیم. پس از آغاز کارزار توسط این گروه که ساعت 10 صبح شروع شد، واقعیت‌های عجیب ما را شگفت زده کرد. در یک سو شهروندان هیچ اعتنایی به این ویروس نداشتند و این بیماری را جدی نمی گرفتند. اما در سوی دیگر این کارزار از سوی شهروندان ستوده شد و برخی ها بر همکاری جدی شهروندان پایتخت نشین تاکید ورزیدند. واقعا ما تحسین میکنیم این قسم شفاخانه ها را و این قسم افراد فعاله که واقعا کمپاین میکنن و به انسانیت ارزش قائل هستن که انسان یعنی یک چیزی هست، انسان یک مرد. پایتخت نشین ها بدون این که توجه به توصیه های دکتران داشته باشند بیشتر علاقمند دریافت ماسک و دستکش های محافظتی بودند. آنان هیچ اعتنایی به یکدیگر نداشتند. حتی اینکه سرانجام تمامی ابزارهایی که قرار بود در این کارزار به اختیار شهروندان قرار داده شود از سوی آنان به یک بارگی به یغما برده شد و پزشکان نیز به خاطر حفظ جانشان ناگزیر شدند تا محل را ترک کنند. شهروندان کشور به این باورند که حکومت هنوز در راستای مبارزه با این ویروس و آگاهی دهی به آنان هیچ توجه لازمه نکرده است. زیرا از بس خاص ما زلط این است که سفرهای خارجی را رایشان را بگیرد و کسایی که از خارج از کشور را میایند و کسایی که بیرون از کشور از داخل کشور به کشور میروند و جلوگیری کند که تا این ویروس پخش نشود و تا جان هموطنان عزیز ما را دیگر ما از دست. اما پزشکانی که این کارزار را برای انداختند به این باورند که مبارزه با این بیماری نیاز به هماهنگی میان شهروندان و نهادهای بهداشتی کشور دارد. دکتر سیروفا مسئول برگزاری کارزار کرونا را جدی بگیرید میگوید: دوم کمپاین واس روز اول کمپاین دوستا شایدونن که به خیر سپری شد. روز دوم کمپاین توزیع ماسک و بروشور و ویدیو در مورد ویروس کرونا هست که در میان شهر برآمد. این قسم ما روز قبل هم گفتیم هدف ما آگاهی دهی به مردم فقیر و روی جاده هست. چرا که دوستای یک در شبکه اجتماعی اصلا میتونن معلومات، ولی که دوستایی که اونا معلومات ندارن در روی خیابان هستن اونا نمیتونن از این معلومات استفاده کنن. ما اومدیم برای شما در روی خیابان معلومات تا هنوز روشن نیست که بیماری کرونا ساخته دست بشر است و یا هم آفت طبیعی پنداشته میشد، ولی این بیماری سبب شده تا در 90 کشور جهان شمار قربانیان آن به گونه روزافزون افزایش یابد. در حالی که آمریکا یک روز پیش اعلام کرد برای مبارزه با ویروس کرونا واکسین را ساختند و آن را بالای 3 تن از افراد مصاب به این بیماری موفقانه آزمایش کردند. این مسئله برای کشورهایی که مبتلایان به این ویروس چند برابر است پیام خوش پنداشته می شد. اما در افغانستان برای اینکه حکومت بتواند مانع شیوع بیش از حد این بیماری شود، تمامی نهادهای آموزشی و حکومتی برای یک ماه تعطیل شدند. حتی حراس از شیوع این ویروس سبب شد تا گروه‌های حراس افغان به جنگجویانشان هشدار دهند که در محلات آسیب دیده ناشی از این ویروس تجمع نکنند و هرگز در این مناطق حضور فیزیکی نداشته باشند.